با خبرهای از میهنمان اخبار این ساعت را ادامه می دهیم. موج اعدام‌های وحشیانه در ایران همچنان ادامه دارد. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران درباره اعدام 22 تن طی 3 اعدام جمعی اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه از جمله آمده است: در ادامه موج اعدام‌ها، دشخیمان خامنه‌ای در روز چهارشنبه 20 آذر 7 زندانی را به طور جمعی در زندان گوهردشت حلق‌آویز کردند. روز 14 آذر نیز طی 2 اعدام جمعی 15 زندانی در زندان ویزرآباد کرمانشاه و زندان مرکزی ایلام به دار آویخته شدند. در همین حال آخوند صادق لاریجانی سردشخیم قضایی آخوندها در واکنش به محکومیت بین المللی اعدام‌های وحشیانه در ایران مدعی شد گزارش‌های مجامع بین المللی در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران دروغ و مغرضانه است. و یکی از دیکتاتوری مذهبی تحت نام اسلام یاد می کرد با دجالگری گفت مخالفت با حکم اعدام مخالفت با حکم اسلام است. اطلاعیه خاطرنشان می کند که موج اعدام‌ها پس از روی کار آمدن آخوند روحانی ابعاد بیشتری به خود گرفته که حاکی از وحشت رژیم از شرایط انفجاری جامعه و سرباز کردن خیزش‌های اعتراضی است. در ادامه ریزش و بحران در رژیم طلسم شکسته ولایت فقیه، 6 نماینده مجلس رژیم از کردستان استعفا دادند. نماینده مجلس رژیم از بیجار گفت استعفای دست جمعی نمایندگان مجلس ارتجاء به هیئت رئیسه مجلس داده شده است. بیاتیان در گفتگو با رسانه حکومتی مهر وابسته به وزارت اطلاعات علت استعفای دست جمعی این نمایندگان مجلس رژیم را تبعیضی که در لایحه بودجه 93 رژیم و اختصاص اعتبارات به کردستان عنوان شده دانست. بازنشستگان پالایشگاه آبادان در مقابل وزارت نفت رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان مطالبات عقب افتاده خود شدند. ساعت 6 صبح ما دم روبرو وزارت آواره هستیم تا ساعت 5 بعد از ظهر. 5 بعد از ظهر همه بیمار واقعا ناراحتی. یکی از خانوما ایشون دارای کلیه نیستن، واقعا بیمارن. این خانم به همیشه بنده به همیشه. پدر من جزو اولین نفرایی بود که با هندیا این تراورسای زیر زمین در می آوردن که بنیاد پالایشگاه آبادان رو بذارن. این وزارت نفت که شد وزارت نفت از صدقه سر پدرای ما بود. الان ما رو راه نمیدن یه لیوان آب بخوری. همزمان با تشدید جنگ گرگ‌ها و زهرخوران اتمی ولی فقیه ارتجا، پاسدار سلامی جانشین سرکرده سپاه پاسداران تهدید به زیر پا گذاشتن همه توافقنامه‌های رژیم کرد و گفت اگر ذره حاکمیت آخوندی نقض شود همه توافقنامه‌ها را زیر پا می‌گذاریم. جانشین سرکرده کل سپاه که در محل سفارت سابق آمریکا در تهران سخنرانی می‌کرد با یادآوری اینکه رژیم آخوندی روزهای حساسی را می‌گذراند هشدار داد امروز ما در مرحله بسیار حساسی قرار داریم و قفلت‌ها همواره می‌تواند همه دستاوردها را به هدر دهد. هرگاه احساس کنیم ذره‌ای حاکمیت ما نقض شود همه توافقنامه‌ها را زیر پا می‌گذاریم. وی که پایان یافتن ظرفیت عقب‌نشینی رژیم را برملا می‌کرد افزود در صورتی که آنها به تعهداتشان عمل نکنند دیگر نباید به هیچ وجه هیچ انعطافی به خرج بدهیم. ما در این مذاکرات حد اکثر اعتماد سازی را ثابت کردیم و دیگر جای تنزل نداریم. شمار اعضای مجلس ارتجاء که به آخوند روحانی در مورد ادامه کار جواد ظریف تذکر دادند به 54 تن رسید. متن این تذکر روز گذشته در جلسه علنی مجلس رژیم قرائت شد. خبرگزاری حکومتی ایسنا نوشت 54 نماینده به وزیر امور خارجه نسبت به آنچه وادادگیش در برابر تجهیزات نظامی دشمن و کوچک پنداشتن قدرت معنوی و نظامی جمهوری اسلامی خواندند تذکر کتبی دادند و 18 نماینده دیگر نیز از روحانی خواستند تا نسبت به ادامه کار ظریف تجدید نظر کند.
احمد توکلی عضو مجلس ارتجا گفت سعید مرتضوی مسئولان زیادی را آلوده کرده است. وی افزود بخشش هدایا توسط مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی و دریافت آن توسط برخی افراد از جمله برخی نمایندگان مجلس غیر قانونی بوده است. با می گفتیم مرتضوی افرادی مانند خودش را تشویق می کند و فساد را در این سازمان گسترش می دهد. او عده زیادی از مسئولان کشور را آلوده کرده است. به ادامه خبرها توجه فرمایید. دیوید کوهن معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مالی و تروریسم در مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال تحت عنوان ما تحریم‌ها را روی رژیم ایران کاهش نمی‌دهیم گفت فشار تحریم‌ها روی رژیم ایران همچنان افزایش پیدا خواهد کرد و رژیم ایران بشکه نفتی بیش از سطح نازل تولید فعلی خود صادر نخواهد کرد. دیوید کوهن افزود بعد از 6 ماه توافق موقت ژنو رژیم ایران حتی در چاه تحریم ها بیشتر از آنچه امروز هست فرو خواهد رفت. دیوید کوهن در مقاله خود به این روزنامه افزود به عنوان مقام اصلی مسئول شکل دادن تحریم ها و تقویت آنها من مطمئن هستم که فشار تحریم ها روی رژیم ایران همچنان رو به افزایش خواهد بود. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی از جلسه استماع جان کری وزیر خارجه آمریکا در کمیته خارجی کنگره آمریکا نوشت ادرویس رئیس کمیته روابط خارجی کنگره گفت سؤال کلیدی این است که آیا توافق نهایی به رژیم ایران غنی‌سازی اورانیوم را اجازه می‌دهد یا نه. رژیم ایران با تکنولوژی غنی‌سازی که دارد قابل اعتماد نیست، زیرا بازرسی‌ها هرگز بدون خطا نخواهد بود. ادرویس افزود رژیم ایران نباید غنی سازی کند. این اعتماد به نفس که دولت آمریکا می تواند به طور مؤثر از سوء استفاده جلوگیری کند اشتباه است. واشنگتن پست نیز گزارش داد که بسیاری از قانونگذاران در کنگره آمریکا که از توافق اتمی ژنو ناراضی هستند بر این باورند که تنها راه امتیاز گرفتن از رژیم ایران برای تضمین از دور خارج کردن برنامه اتمی این رژیم این است که به دولت روحانی فشار بیشتری اعمال گردد. روزنامه USA Today چاپ آمریکا نوشت تعداد کمی به رژیم ایران در مورد توافق هسته‌ای اعتماد دارند. در یک نظرسنجی که از روز سه‌شنبه تا یک‌شنبه انجام شد 62% میگویند رهبران رژیم ایران برای رفع نگرانی جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای خود جدی نیستند. یک بانک مشهور انگلیسی به دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی رژیم ایران به میزان هنگفتی جریمه شد. به گزارش رسانه‌ها بانک سلطنتی اسکاتلند RBS به دلیل نقض تحریم‌ها در سال‌های 2005 تا 2009 به میزان 100 میلیون دلار جریمه شده است. مدیریت بانک RBS با پرداخت این جریمه به وزارت خزانه‌داری و بانک مرکزی آمریکا موافقت کرده است. گزارش حاکی است این بانک با معاملات خود تحریم‌های رژیم‌های سودان، میانمار و کوبا را نیز نقض کرده است. دو بانک دیگر انگلستان، استاندارد چارترد و HSBC نیز اخیراً 675 میلیون دلار و 1.9 میلیارد دلار توسط دولت آمریکا جریمه شدند. هفته‌نامه آلمانی اشپیگل طی گزارشی در شماره روز چهارشنبه 20 آذر ماه خود نوشته است سپاه و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای رژیم آخوندی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند و می‌توانند از کاهش تحریم‌ها سود ببرند. این هفته‌نامه وعده‌های دولت آخوند روحانی درباره شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای رژیم را تردیدآمیز خواند. در این گزارش به برخی فعالیت‌های سال‌های اخیر رژیم آخوندی برای دور زدن تحریم‌های غرب اشاره شده و تأکید می‌شود تعلیق یا کاهش برخی از تحریم‌ها در پی امضای موافقت‌نامه هسته‌ای رژیم و کشورهای 5+1 این فعالیت‌ها را تسهیل می‌کند.
بنابراین گزارش ها یکی از راه های دور زدن تحریم ها استفاده از امکانات صندوق توسعه ملی است که بخشی از درآمدهای نفتی در آن ذخیره می شود، اما مشمول هیچ یک از تحریم های سازمان ملل یا تحریم های یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا نیست. فعالیت های این صندوق صلح‌آمیز اعلام شده، اما در واقعیت بخشی از درآمدهای ذخیره شده در آن در اختیار نهادها و فعالیت های گذاشته می شود که در فهرست تحریم ها قرار دارند. این هفته‌نامه آلمانی یکی دیگر از نهادهای دریافت کننده پول از صندوق توسعه ملی را سپاه تروریستی قدس معرفی می کند. با آزاد شدن بخشی از درآمدهای نفتی بلوکه شده رژیم در خارج، موجودی صندوق فوق ذکر افزایش می‌یابد و این به معنای سود بردن سپاه قدس و فعالیت‌های اتمی رژیم ایران از توافق‌های ژنو است.